صحبت کردم بله. و حاضرم هر وقتم اومدن ایشون
میخوام بگم اگه آخوندها هم قبل از انقلاب میومدن فحاشی میکردن به دیگران، باور کنید ملت گول اینا رو نمیخوردن و خودشون نمیرن. من میگم فحاشی به جایی نمیره، همین دیگه نرسیدی 37 سال گذاشته نمونه ها شده دید، از آقای تکویی بگیرید، آقای فولادبر بگیرید، آقای آریانگو بگیرید، حتی آقای مسئول پروفسور انصاری رو بگیرید، به جایی نرسیدیم. پس یه روش دیگه باید انتخاب کنیم. نمیخوام بگم مثل آخوندا بیان دروغ بگیم، بله کنیم، بله تدبیر کنیم، بیان برنامه رو بدیم. آقای سردی، آقای سردی، بگیم من یه نمونه خیلی شاهد زنده میگم. شما بردید روزنامه‌های مثلا 20 سال پیش رو ببینید، وقتی آگهی خط می‌نوشتن می‌نوشتن مردم مطلوبی زندگی زمیاد جنت مکان رو نمیدونم خوداشیان لاله لاه ناله رای راجعون لغالا بگرد رویش با اونجا برگشت داره کنه. الان هنش مثل زندگیان، یعنی اثر کرده این حرفه شما میگید چطوری میگید اثر نکرده؟ یعنی فوشای آقای مانی اثر کرده؟ نه بیدید شما الان آقای مانی رو نگفتید، آقای بیر گفتید، از فیلم فوگردن گفتید، پروفسور انصاری گفتید و چند تا دیگر رو گفتید. آقای این جایی رو که آقای فولادبر ازش آخوندها گرفتن و تو تلویزیون ایرانی نشون میدادن هیچ وقت دیدید شما؟ نه نه نه. چه استفاده آخوندها از بینندگان تو سوال کنید، ببین چه استفاده آخوندها از اینا کردن. ولی آقای سرگیر باور کنید که آقای فولادبر چه زن خود آخوندها دروغ گفتنشون عمل نکردن به وعده ها باعث شده مردم از اسلام یا از دین قلابی اینها بیاد کنار. ولی این وسط اگر من شروع کنم فحاشی باید بهانه میدم دست آخوند. مثل جنگ، اگر آمریکا بیاد جنگ کنه با ایران بهانه میده دست آخوندها که به مردم بگن ملت مملکتتون در خطر، بیاد به ما بپیوند. من به شما در این مورد موافقم. شما بله، این کاری که اینا میکنن به نظر من اینجوری، حالا من یه نظر دارم، من خواهم نظر بینندگان شنوندگان شما نظر آقای توکلی که مطالعه میکنن ببینن این کارهای اینجوری سود داره خوب انجام بدن. من چیزی نمیگم، من فقط دارم میپرسم. خودم ممنونم بیشتر از این وقت. خواهش میکنم، بسیار ممنونم، مرسی، سپاسگزارم از شما. بله من این یادداشت کردم، امیدوارم که یادم باشه. آقای مانی اومد اینو اصلا خودم از ایشون بپرسم یه جوری ببینم که چجوری بشه. داشتم اینو میخوندم دیگه، حالا البته بقیهش همش تکرار همون مسائل دیگه. حدود فرزندان و پاینال شد دق نزنیم، در دو روز برای گرفتن یک امضا به این اتاق و آن اتاق بازی دادن ما نق نزنیم این بار اگر رأی بدیم. همش از اول تا آخر مفهومش اینه که یعنی رأی نباید بدهیم. خب ببینید، من رأی دادن رو دو قسمت کنم، یکی اونایی که داخل هم، یکی اونایی که خارج هم. این ماها که خارجیم به نظر من بزن نباید رأی بدیم، برای که اگر صف رأی دادن جلوی یک کنسولگری یا جلوی یک مسجدی که مرکز رأی دادن رژیم اسلامیه یه صف طولانی بشه، خب خبرنگارم یه ببینیم یه که خارجان دارم یه رأی میدن. و اگرم رأی بدیم نمیتونن جانشین بذارن، یعنی آسون نیست برایشون برم مثلا یه احتیال پول بدن بگن بیا اینجا صف پایسا، بالاخره یه جوری نمیره آبروشون میره و لازم نمیتونن بیان یه احتیال رو اونجا بذارن. پس من اولی این درخواه به باور من ما نباید رأی بدیم، زیرا نمیتونه ما رو جانشین کنم. ببینید ولی در داخل آخه ببینید، بیاییم به قول معروف کلاهمون رو خاصی کنیم، بیاییم وجدانمون رو قاضی کنیم، مثلا ببینیم که چجوری بود. ما 37 سال به مردم داخل ایران در هر انتخابات میگیم رأی ندیم، همیشه هم اونا میدن رأی میدن، یا ما رو اشتباه میکنیم یا اونا. ما چون بیرونی متوجه نیستیم، مثلا یک کسی میاد میگه که نریم رأی ندیم، خیابونا خلوت بشه، اصلا این کسی پای صندوقا نباشه، خبرنگارای خارجی میاد، اون وقت اینا آبروشون بره رسوا بشن سقوط کنن. آخه اینو با این حرفا سقوط نمی کنن عزیزان من. اینا خیلی راحت خیلی راحت 1.5 میلیون نفر راحت میتونن برن پای صندوقا، یعنی عوامل خودشون هم در جمعی که 1.5 میلیون نفر، چون ببینید اینا چقدر بسیجی دارن،
چقدر لباس شخصی دارن، چقدر پاسدار دارن، چقدر ارتشی و پلیس دارن که مجبورشون میکنن، چقدر کارمند دولت و دبیر و آموزگار دارن که اینا رو مجبور کنن، چقدر موثری نمیارن، اینو پر میکنن. اصلا فرق نمیکنه شما رای بدی یا ندی. اما ببینید الان مثلا از جریانات که پیش میاد مشخص میشه که رفسنجانی و خامنه ای در روبروی هم وایسادن. اون موچهای آقای خامنه ای دارن رفسنجانی رو زش میدن. خب اینا هر دوشون قاتلن، هر دوشون دزدن، هر دوشون مال مردم میخورن، ولی در این مورد مردم ایران میرن به رفسنجانی رای میدن، برای که به خامنه ای بگن ببین اونی که تو باش بدی ما با اون موافقت میکنیم. ببینید فرض میکنیم که اینه که تایید صلاحیت شدن 25% کل نمایندگان باشن، از تقریبا در همین حده. و اگر اینا رو مردم ایران، مردم داخل ایران برن اینا رو با رأی خیلی بالایی انتخاب بکنن، اون وقت همه چه معلوم میشه که اون چیزهای اون افرادی که آقای خامنه ای یارانش با اونا بد بودن رأی بودن. ببینید من واضح تر بگم، مثلا فرض کنیم که برایش یه شهری 4 تا نماینده تایید صلاحیت شدن، این 4 تا نماینده دوتش دست به سینه خامنه ای میگه هرچی بگید همه کار میکنیم، اما دوتش نه اونچنان دست به سینه نیستن، در کل دست به سینه هم ولی یه ذره نه کم میزنن. خب اگه مردم بدن این دوتایی که کمتر دست به سینه هستن انتخاب بکنن، خب یک دهنی به رژیمی که اون چیزی که تو خیلی دوست داشتی ما رای انتخاب نکردی، اونی که تو دوست نداشتی ما با رای زیاد انتخاب کردی. حالا که میگید که پرویز میمید تو گفتی 25% تایید صلاحیت شدن، 75% غیر تایید صلاحیت شدن، ببخشید برعکس 25% رد صلاحیت شدن، 75% صلاحیت تعیین صلاحیت شدن، یعنی 25% کمتر بدن، 75% بده بدن. خب اگر اونی که کمتر بده مثلا فرض کنیم آقای مطهری با رأی خیلی بالای انتخاب شد و اونی که جزء گروه خامنه‌ای با رأی کمتری حتما اونا انتخاب میشن، ولی با رأی کمتری انتخاب شد، دیدیم آقای مطهری 3 برابر این رأی برده، خانه میگن ببین پس بنابراین این آقای مطهری که همش انتقاد کرد رأی بیشتر بود، اون که همش تعریف کرد رأی کمتر بود. مردم با این رأیاشون میتونن بازی کنن، این کارم کردن، همیشه کردن. مردم اومدن سال 1388 اومدن فریاد دادن رأی من کو. خب کسی که فریاد میزنه رأی من کو یعنی رفته رأی داده دیگه. وقتی 3 میلیون اومدن تو خیابون، حالا 3 میلیون، حالا اعتراض میکنه که میگه 3 میلیون نبود، حالا هرچی 2 میلیون نبود، 1 میلیون بود. وقتی که این انا آدم میلیونی اومدن تو خیابون گفتن رأی من کو، یعنی رأی داده بودن دیگه. وقتی که رژیم در مقابل اینها کم آورد و به روی مردم آتش گشود، این باخت رژیم در مجامعه بین المللی بود. اون عکس ها تو تمام دنیا منتشر شد، همه دنیا فهمیدن که آقا مردم ایران با این رژیم مخالفن و میگن تو تو این رایان تقلب کردی. خواهی مردم رای ندن که به این دستاوردها نمیرسن که. شما میگید اونجا کشته شدن، بله برای سرنگونی رژیم اسلامی کشتن باید دوار. خب به من میگی راه تو جایی گرم نشستی میگی بکش. الان آقای سوربی گفتن، گفتن آقا فرود پول از من نمیدونم کی خب چند تا فروز فریدون فرخزاد، چاپور بختیار، بسیار افراد دیگه، همین توی امریکا آقای شایان کابیانی و بسیاری کشته شدن. شما فکر می‌کنید که من بلکه دوستانم آشناس، دوستانم نیستم بلکه آشناس یه آقای ویتنامیه، این من نمی‌دونستم که تو این سازمان‌های امنیتی کار می‌کنه. بهش گفتم خب یه نفر بخوام منو بکشه تکلیف چیه؟ گفت ببین اگه یه سازمان نمی‌خواد تو رو بکشه، ما اون سازمان رو تو خونه‌شو می‌ذارن آب بخورن، می‌دونیم چقدر آب خوردن چقدر آب نخوردن، اما تبانوشون اومد خود تو رو بکشه کسی جلوش نمیتونه بگیره. پس خطر مرگ برای همه اونه که مبارزه میکنن، و از اونجوری نیست که توی لحاف پر خوب خوابی بروشن.
خب اونایی که توی ایرانن برشون خطر مرگ هست، اونایی که توی ایرانن چقدر درصد خطر مرگ هست، اونایی که میلیونی رفتن تو خیابون، مثلا فرض کنید که یک فرض کنید که تو اون جریانات فرض کنید که 20 نفر کشته شدن، 20 نفر در 3 میلیون احتمال بسیار کمیه، 20 نفر در 2 میلیون، 10 نفر در میلیون میشه 1 درصد هزار، احتمال کمیه. اما اونایی که مخالف رژیم هستن به احتمال بیشتری کشته شدن. پس ما همین خطر رو میکنیم، پس ما اینجوری نیستیم که بگیم که بلندش کن، با خودمون وارد گردیم تو یه شکل دیگر. خب تو ایران نیستیم، یه دیم تو ایران هم دارن میگن از جانشون گذاشتن، مثل آقای نوریزاد، مثل آقای شادالا وقت بکنم بخونم مقاله شو. پس به نظر من نیرونیان نباید رای بدن، داخلی ها باید رای بدن به کسانی که مورد عدم علاقه خامنه‌ای هستن و به اونهایی که مورد علاقه خامنه‌ای هستن رای ندن. من یه چیز هم میخوام بگم، من این رژیم مثل این بیماری زیکا که بگن نیش میزنه جنین مغزش توی شکم مادر، جنین مغزش کوچیک میشه. من فکر کنم این رژیم اسلامی مادرای این گردانندگان رژیم اسلامی از اون زیگاه پشه نیش خوردن، مغزشون کوچیک شده. آخه این همه سرمایه بیاد ایران، توریست بیاد ایران، این همه سرمایه داره ایرانی میده تو فرودگاه توقفش میزنه، واقعا مغزتون کوچیک شده دیگه. اگه مغزت معمولی داشته که این کارو نمی‌کرده که، می‌ذاشت سرمایه‌دارا بیان اونجا سرمایه‌گذاری کنن. بله آقای سوربی درست گفتم، من اون کاغذی که در برنامه‌نویسا می‌خوندم اجتماعی برداشتم. به هر حال امروز همونطور که ایشون گفتن 28 بهمن‌ماه به 17 فوریه است. به رمز و راز رویدادها ببینیم، رویدادهایی که در جهان هستش امروز و قبلن و 20 سال پیش و 50 سال 100 سال پیش تا به امروز چه رمز و رازی درش نقطه است. یک یادآوری از جشن صده دوباره بکنم، نوشته از آغاز آبان تا پایان اسفند. خوب توجه کردید که گفتم از آغاز آبان، آبان ماه دوم پاییزه، مهر آبان آذر اینا ماه پاییزن، ماه زمستان دی بهمن هستن. از آغاز آبان یعنی از آغاز ماه دوم پاییز میگفتن فصل سرما شروع شده و این ادامه داشت تا دهم بهمن ماه که میشد 100 روز. پس بنابراین از آغاز فصل، از آغاز ماه آبان تا دهم بهمن ماه که میشه 100 روز جشن صده رو میگرفتن. بعد از اونجا 50 روز مونده به عید که باقی مونده به عید، این جشن صده رو جشن آتش هم بهش میگفتن. کتاب نگاهی به شاه آقای دکتر عباس میلانی، من یه تیکایشو میخونم. چند چوند تنشهای بین شاه و متحدان غربیش را میتوان از مضمون یکی از گزارشهای آرمن مایر سفیر وقت امریکا در ایران سراغ کرد. او از دیداری سخت دلپسند با شاه میگوید. در این دیدار شاه در اشاره به شرکت‌های نفتی و کنسرسیوم از واژه‌هایی چون قارت، دوست و برخی دیگر از واژه‌های ناخوشایند استفاده کرد. میگفت از این رفتار کنسرسیوم به سطوح آمده. شاه در ادامه اعتراضات خود گفته بود اگر شرکت‌های نفتی خواستار جنگ با ایرانند به راحتی با خواست خود میتوانند رسید. میگفت البته با جنگ صرفا با کسی چون
مصدق نخواهد بود، بلکه طرفشان ایرانی یک سر متحد به رهبری شاه خواهد بود. در ژانویه 1971 دیماه 1349 ریچارد نیکسون در نامه‌ای به شاه از او کمک خواست تا راه حلی برای تنش‌های روزافزون اوپک و شرکت‌های نفتی سراغ کنند. خب حالا اینجا چی کار می‌کنم؟ جواب شاه به نامه نیکسون قاطع بود. بی آنکه نامی از مصدق برد، قانون ملی شدن نفت که در سال 1951 یا 1330 تصویب شد اشاره کرد و تصریح داشت که از آن زمان ایران صاحب منابع طبیعی خود بوده است. به گفته شاه وضعیت ایران با دیگر کشورهای نفتخیز منطقه تفاوت مهم دارد. می گفت ایران تنها کشوری است که می تواند به صف کشورهای پیشرفته بپیوندد. باز یه جمله که بخونم، پاسخ شاه دولت نیکسون را به چاره اندیشی واداشت. در جلساتی متعدد چند چون واکنش خود به آنچه را سرسختی شاه میخواندن ارزیابی کنند. در برخی از این جلسات فکر تلاش برای برانداختن شاه مورد بحث قرار گرفت، اما بالاخره کیسینجر و نیکسون منتقدان امریکایی شاه را متقاعد کردند که چه بسا بعد از شاه رژیمی در ایران بر سر کار بیاید که حتی بیش از شاه برای امریکا دردسر ایجاد کنند. حالا این یه تیکه بود. یه تیکه دیگرم میخونم، این هم تیکه مهمیست که بدونیم چجوریه. انتصاب فریدون عبیدا. حالا میگم فریدون عبیدا که بود، فریدون عبیدا برادر آقای امیر عباس عبیدا نخست وزیر و زمان جزو روشن فکران حساب میشد. در فرانسه زندگی میکرد، در روزنامه های مهم فرانسه از جمله روزنامه های سینمایی فرانسه مقاله مینوشت و دوستان بسیار زیادی در بین فیلمسازان و فیلمکاران و در بین به اصطلاح اداره کننده فرانسه و نویسندگان جرایت دوستان صمیمی داشت. یعنی یک روشن فکری بود که دوستان زیادی در اروپا داشت. حالا این رو شما انتخاب کرد به نماینده ایران در سازمان ملل. حالا از روی میخونم، از روی در واقع انتصاب فریدون عبیدا به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل را میتوان یکی از نشانه های رابطه پیچیده و پرتضاد شاه با روشنفکران دانست. یعنی پس شاه با روشنفکران یک رابطه بسیار پیچیده و متضادی داشت و اینجا میبینیم که فریدون عبیدا را نماینده ایران میکنه. از سوی سخت تشنه حمایت این روشن فکران بود. من یه رو برده گفتم در سال 1342 که داشتن اون لوایه شیشگانه انقلاب سفید اینا مقدمات فراهم شد، شاه از جبهه ملی خواست بیایید در حکومت شریک بشید، بیایید در حکومت دخالت کنید. جبهه ملی ها با هم جلسه که نهار تو نهارزن گذار نه. یعنی روشن فکر نبودن. اگه یه نفر روشن فکر باشه و اگه بگم بیا در حکومت دخالت کن، خب خودش میگه که من میخوام به کشورم خدمت کنم. اگه من بزنم مثلا فرض کنیم که رئیس کارخونه قندم، خب کارخونه قند خوبه داره میکنه. چه برسه به وزیر و مدیر کن. پس گفتیم که از سوی سخت، یعنی شاه سخت تشنه حمایت این روشن فکران بود. از سوی دیگر اغلب در خلوت میگفت ایران روشن فکر واقعی ندارد. خب قبول کنیم که روشن فکر واقعی نداشت دیگه. روشن فکر واقعیمون یه سری بودن که مالاین به توده بودن. در ایران یک زمانی بود که واقعا میهن پرستان و آگاهان و دانشمندان جمع شده بودن یه به کمونیست درست کرده بود، مثل آقای طلحه ارانی و دیگه انور خامنه‌ای و بقیه. حالا توشون یه سری برخ بودن که نوکر موسکو بودن و این نوکران موسکو مثل عبدالصمد کامبخش و نظایر اون اینا یواش یواش اون گروه رو به سمت موسکو میکشوندن و بعد که البته اون گروه رو در زمان رضا شاه دستگیر شدن، میخواستن ببرنشون به زندان ارتش، ببرن به دادگاه نظام.
نظامی محاکمشون کنن. آقای رضا شاه همه میگن سختگیر بود، بد بود، فلان بود، فلان بود، فریاد گفت اینا رو دادگاه نظامی همشون میکشن. اینا ولی به دادگستری بدید، دادگستری ممکن میکنه. چرا؟ چون دادگستری فرمان قتل نمیده به آسونی، ولی دادگاه صحرایی در همه دنیا، دادگاه ارتش، دادگاه صحرایی، اینا صحرایی یعنی زود محاکمه کن، زود دستو بگیر، زود تموم کن. اینا من رو دیدوندم، هیچ کارشون نکردن، هیچ شکندهشون نکردن، هر کی میگه دروغ میگه. من کتابای بزرگ علوی و انور خامنه‌ای اینا رو خوندم که اون تو بودن، کتاب دکتر فرزان کشاورزی خوندم که اینا اون تو بودن، هیچ شکندهی در کار نبود. آقای تقی حرامی اینو تو دوری گفتن اعتصاب غذا کنیم، یا شکر رفتن غذا خوردن. حرامی تپکی باور کرد که اینا واقعا اعتصاب کردن. بعد مریض شد، سرما خورد، در اثر کم غذایی و مریضی و سرماخوردگی شدید به یک مریضی طبیعی اونجا مرد. اگه میخواستن بکشن چرا حرامی رو بکشن؟ حرامی که میخواستن زیادی با به صلاح کشور دوستان، میهن دوستان نزدیک بود که بعد اینو اومدن بقایی اونو بدن حزب توده رو درست کردن. حزب توده بر اساس این درست شد که به ایران خدمت کنه، نه به مسکو. باز تکرار میکنم، پایه حزب توده بر این بود که به ملت ایران خدمت کنه، نه به مسکو. منطقه چون که در زمان در سال 1917 در انقلاب اکتبر شوروی، چون که آقای لنین به قدرت رسید، آقای لنین گفت من همه قراردادهای استعماری رو که تزارها با کشورهای همزایه بستن همه رو یک طرفه لغو میکنن. اگر دولت ایران آن زمان دولت واقعی نبود، باید میگفت آه این سرزمین هایی که از من گرفتی، خب تو قرار دار لقصود، خب اینا مال ماست دیگه، ما باید یکی میگیم. ولی چون همین الان هم این حکومت امروزی دوباره این گروه هایی که از شوروی جدا شدن، این کشورها دوباره از شوروی جدا شدن، این منطقه ایلی که بشینیم اران که آذربایجان میزنیم و ترکمنستان و تاجیکستان، اینا دو دفعه از شوروی جدا شدن. یه دفعه در زمان لنین جدا شدن، یک دو سالی جدا بودن، بعد دوباره اومدن گرفته شدن. یه دفعه در زمان گورباچوف جدا شدن که هنوز هم جدا هستن. این رژیم تهران در هر دو مورد یک رژیم همون پشه مادراشون میشتده، مرزاشون کوچیک شده، به جایی که برای آذربایجان شوروی، به جایی تاجیکستان، به جایی که برای ترکمنستان بیان از افتخارات ایران بگن، بیان از شعر ایران بگن، از شاعرای ایران بگن، از کوروش بگن، از زردشت بگن، از نمیدونم شاهنامه و فردوسی بگن، اصلا بهشون قرآن درست کردن، قرآن چاپ کردن دادن بهشون، انگار اونها قرآن نداشتن. آخون پرسون هم بره که عزای کربلا رو براتون بخوده، اون اگه شیعه بودن خواهی این عزا رو خودشون داشتن، اگر سنی بودن که این حرفا براتون مسخره است. برای اونجا من همینطور باعث شد که این کشورا جدا بود. من میخوام اینو بگم که حزب توده در اصلش به خاطر خدمت ایران درست شد، ولی یک آقای فاتح بود، این آقای فاتح بنیانگذار یک بودی بنیانگذاران حزب توده بود. بگیم شغلشون چی بود؟ شغلشون مدیر کل شرکت نفت ایران انگلیس بود، یعنی شرکت مدیر کل بی پی بود، یعنی بریتش پترولیوم، نه این که بعدم که ملی شدن، قبل از ملی شدن. بعد هر وقت این افراد حزب توده بیکار می شدن، بعدشون بد می شد، مثل همون احسان طبری و دیگران، اینا رو این آقای فاطمی می بود توی شرکت نفت استخدام می کرد، بهشون پول می داد، رو می داد، یه سمت بازرس بهشون می داد، بازرس ویژه در مثلا امور نفتی. ما به ما می آمد این دفتر امضا می کرد، پولش می گرفت. چون که دولت انگلیس نمی دونست اینا رو، می دونست
یادتون از آقای دکتر مصدق همیشه باید روده میگه توبه نفتی؟ یعنی از توبه هم برای شوروی خدمت کنه هم به انگلیس. به انگلیس شوروی مسکو و لندن دو تا زیاده بودن که خون ایران رو مکیدن. مسکو، لندن، مکه، این ستا جالی هم که همیشه خون ملت ایران رو مکیدن. ادامه بدیم به رمز و راز رویدادها. چهش نگران کننده مبتلایان به زیکا. به باور کارشناسان ویروس زیکا که توسط پشه آندس منتقل می شود به بروز زایعات مغزی جدی منجر می شود. زنان باردار که با این ویروس آلوده شوند فرزند مبتلا به میکروسفالی. میکرو می دونی یعنی کوچک دیگه، میکروسفالی یعنی مغز کوچک. بگم یا خواهند آمد کودکانی که مغزشان به طور چشمگیری از اندازه معمولی کوچکتر است. سازمان بهداشت جهانی گفته است که پیش از 4000 کودک مظنون به ابتلا به میکروسفالی در برزیل گزارش شدند. این تعداد نسبت به 5 سال گذشته 30 برابر بیشتر بوده و نشانگر جهش نگران کننده در گسترش این ویروس است. از آنجایی که زیکا توسط یک نوع پشه منتقل می شود برخی از دانشمندان و متخصصان هشدار می دهند که این ویروس ممکن است در مدت کوتاه نه فقط در خاره آمریکا که در سراسر جهان شروع پیدا کند. ویروس زیکا برای اولین بار در سال 1947 تقریبا میشه 60 سال پیش در بدن یک میمون در حوالی جنگل زیکا، اسم این بیماری از یه جنگلی به نام زیکا گرفته شد، در نزدیکی دریاچه ویکتوریا در آنگولا کشف شد. ابتدا به این ویروس بیش از هر جای دیگر دنیا در نقاطی از افریقا و جنوب شرق آسیا دیده شده. ببینید اطلاعات رو در باندیم. ببینید من یک مختصری بگم براتون. من در سال پیش کتاب نوشتم به نام سرزمین عقاب ها که متاسفانه مورد استقبال قرار نگرفت و هیچ همیهنی همت نکرد که 20 دلار برای من بفرسته. برای من هم نفرسته، بلکه اگه برای من بفرسته مردم میگن او میمی ست کتاب فروخ 2000 دلار گیرش اومد. برای تلویزیون ایتو بفرسته، هر کس 20 دلار برای تلویزیون ایتو بفرسته به صورت کمک، آقای امیدوار اسم آدرس رو هم بده، من یک کتاب امضا میکنم مجانا بهش میدم. من صرف نظر از این کتاب اولا بود یه دوسته فصلش یکم بیمورد و بیربطه، نباید بونی نوشتم، چون اول این کتاب من نوشته بودم که به طور سریال در یک مجله چاپ بشه. مدیر مجله با من صحبت کرده و تشویق کرده و منو بنویسم و بعدا تصمیم گرفتم به صورت کتاب فصل همه به هم ارتباط پیدا کنیم. اول تیکه تیکه بود. حالا برحال در اونجا صحبت میشه. ببینید انسان تقریبا من یه چند دقیقه‌ای درباره تکامل براتون میگم. تکامل یک علمی است که داروین کشف کرده. داروین کشف کرده که موجودات در حال تکامل هست. یعنی مثلا فرض کنیم که 5 میلیون سال پیش انسان به این شکل نبوده، مثلا دلو دلو را میرفته، دستاش هم مثل پایش هم گفتش مساوی بوده، یعنی هم نسل میمون بوده. بعد به تدریج تغییر کرده و به انسان امروزی رسیده. آقای داروین این حرفا را از روی باد معده نمیگه، میره نمونه ها رو پیدا میکنه، جمجمه های رو پیدا میکنه، میره نشون میده. یه جمجمه هایی هست که مثلا مغز انسان نئاندرتاله، یعنی انسان میانی، یا انسان های دیگر میانی رو پیدا میکنه که مثلا میبینه که این جمجمه هایی که میگیره پیشونی داره، پیشونی علامت انسان بودنه، ولی قوس ابروانی داره، یعنی ما ابروی ما یک برجستگی مشکی به مویه، استخون زیرش برجستگی نداره.
اما در میمونه این قسمت استخون برجستگی داره، یعنی اگر پوست و گوشت رو برداریم ببینیم یک برجستگی استخوانی اینجا میبینیم. پس بنابراین وجود پیشانی در اون فسیل نشانه انسان بودنه، وجود عرض ابروانی نشانه میمون بودنه، همینطور صفات مختلف. یعنی در یه دونه موجود 4-5 تا مورد هست که به انسان میگراید، 4-5 تا مورد که به میمون میگراید و نشون میده که این از میمون تکامل کرده به انسان رسیده. برای تکامل چند تا قانون بیان میکنه. یک قانون، قانون انتخاب طبیعی است. قانون انتخاب طبیعی میگه که از پا وقتی پیدا شدن جستشون در نصیب اصلا یک روباه بوده، اینا منطقه زیادوالت کردن، تعدادشون زیاد شده. وقتی تعدادشون زیاد شده در نتیجه علفزار کم میاره دیگه، پس در نتیجه مجبور میده از این علفزار برن یه علفزار دیگه. وقتی از این علفزار میرن یه علفزار دیگه، یه دو با سرعت میرن میرسن به علفزار جدید، اون یه دو دیگه رو تو راه. اینه که با سرعت اومدن شروع کردن خوردن و سیر شدن، اون بقیه که پاشون کوتاه‌تره بر اساس تصادف، اونا وقتی میرسن میبینن چیزی برای من خوردن نمونده، اینا یا زنده میمونن یا میمیرن یا به هر حال فرصت تولید مثل پیدا نمیکنن، چون اگه گرسنه باشه یا روز دنبال غذاست، بلون تولید مثل نیست، وقتی میخواد تولید مثل کنه باید سیر شده باشه. همینطور نسل به نسل این ادامه پیدا میکنه، اصلا به این جثه امروزی برمیان. این بهش میگن بقای اصله، یعنی اونی که بهتره از بین این اصفا، اونی که بهتره. کدوم از بهتره؟ پاش بلندتره، بهتر میدوه، سریعتر بدوه. از پایی که اصله بوده اینا باقی موندن، از پای کوتاه‌قد از بین خروسو گرفتن توی خونه نگرداشتن اهلی کردن، چون این مرغ خروس هم قادر به پرواز نیست، بعضی برنده ها قادر به پرواز بلند نیستن. من باز توضیح بیشتر میدم، پرنده های یه جناق دارن، جناق سینه مثل هشت که جیاتون شب بندی میکردیم جناق میشکتیم، اون جناق سینه را اگه داشته باشن این مایچه های سینه شون به اون جناق وقتی بدنشون یه جوری که میتونن پرواز کنن مثل کبوتر. ولی بعضی اون جناق رو ندارن و استخوانه اون جناق رو به اون شکلی که در پرنده داره پروازی هست نیست، به یک نازک تبدیل شده. در پرنده داره پروازی اون قفاسی سینه هست، اون سلطون وسطی سینه هست که بزرگی هست، اما وقتی این کوچیک شد به شکلی که در هشت در اومد در نتیجه ماهیچه بزرگی به این نمیتونه وصل باشه، پس در نتیجه این حیوان نمیتونه زیاد پر بزنه. پس هنچه شما بعضی حیوانات میبینید که قدرت پرواز بلند ندارن، یعنی میتونن یه دیگه بپرن اونجا، ولی از وجود دیگه نمیتونن بپرن یه دیگه، یعنی میتونن برن توی هوا بچرخن، مثل مرغ خروس، مثل کبک، مثل بوقلمون، مثل شترمرغ، مثل بسیار پرنده های دیگه که تو جنگل ها زندگی میکنن روی زمین میدوان و اگر لازم بشه یه ذره پرواز میکنن. خب وقتی انسان های اولی اینا رو گرفتن اهلی کردن، وقتی اهلی کردن دیدن که مثلا یه مرغی هفته 4 تا تخم میذاره، اون مرغ دیگه هفته 1 تخم میذاره، چون که اینه وقتی میخوام بکشن یکی رو بخونن کدوم میکشن؟ اون که هفته 4 تا تخم میذاره نمیکشن، میگه ایفه هفته 4 تا تخم میکنه، بزنی که هفته یه تخم میکنه اونو بکشی. این رو بگیم چی؟ انتخاب مصنوعی. به این ترتیب مرغ ها شروع کنن هر روز تخم کردن. خب نسل بشر چجوریه؟ بشرهای مثلا 500 سال پیش یک انتخاب طبیعی بینشون بود. مثلا فرض کنیم که میرفتن بیابون مثلا زمین رو بیل بزنن، خب برف میگرفت، سرما میگرفت، یه سری نمیتونستن دوام بیارن و میرفتن، اونایی که قوی تر بودن میموندن، اون رو میشه انتخاب طبیعی. یا میرفتن مسافرت و توی مسافرت
یه دوی تبدیل نمیوردن صدمات راه و سختی ها رو نمیتونستن تحمل کنن، رو میرفتن یه دوی که برمیگشن. این انتخاب طبیعی بود. مثلا فرض کنیم که یا مثلا دعوا میشد، جنگ میشد، اونی که باهوشتر بود، زرنگتر بود، خبیتر بود، سالم بود، اونی که ضعیفتر بود علاوه جسمی یا علاوه مغزی ضعیفتر بود، حواسش نبود دقیقا کجا بایسته، چجوری بپره، چجوری به جایی که کشته نشه کشته. که تحصیل کردن باروشن، آیکیو موشیشون بیشتره، بالاتره، اینها معمولا یک میدونه یا دوتا بچه بیشتر ندارن. اما اونهایی که تو کشورهای عقب مونده دنیا زندگی میکنن، هیچی ندارن بخورن، اینی دهتا بچه دارن. پس برابره اونهایی که باروشترن تا دو بچه هایی کمتره، اونهایی که کم موشترن، کموشی در اصل ضعف تغذیه، در اصل عدم تحصیل، بسیار دیگه دیگه به وجود عقله. پس بنابراین برعکس میشه، یعنی نسل بشر از لحاظ هوش متوسطش روز به روز عقبتر میره. ممکنه اون تاپا، اون نمونه های یک برن خیلی بالاتر. مثلا الان یک پروفسور ایرانی میبینی که از اینشتین بالاتره، ولی اگه معدل بگیری معدل هوش داره میاد پایین، بلکه تعداد کموش ها تعدادشون به سرعت زیاد میشه. خب از این طرف، از این طرف یکی هست با در ایران بودیم، بچه بودیم، حالا اون جدیده از اونی مثلا همچه خونی آمد یه داروی میدونیم به نام مرکور کروم، بعضی مورنم دبا قرمزی. خب مرکور یعنی جیوه دیگه، خب جیوه سمه، ما سمه باره بزن خودم کردیم. یا مثلا دیبته میزنیم خونمون، مثلا پشه زیاد میشه دیبته میزنیم، دیبته خود پشه رو میکشه، ما رو میکشه، مثلا توجه نمیشنه به این و بسیار چیزهای دیگه. خب پس بنابراین ما خودمون به خودمون ضربه زنیم. ما امنیت عمومی بدن بشر رو، بشر که میگم به طور متوسط میگم، امنیت یا ایمنیتی بشر رو اون ضعیف کردیم به جایی که قوی کنیم. و نزا ممکنه که یه ویروسی که 20 سال پیش می آمده شایع می شده همه پشامنه آدم ها رو می زدن، اون ویروس هم رو بدنشون می کردن، آدم ها به اون ویروس هیچ دفعش می کردن. اما الان همه ویروس آدم ها رو بمی برد، بینید چه ویروس خطرناک که ویروکا بمی به جنین حمله می کنه. یعنی مثلا اگه یه نسل بشر این بیماری رو بگرن، نسل دوم، نسل کوچکی دارن، اون کارهایی که بشر امروزی میتونه بکنه نمیتونه انجام بدن. مثلا فرض کنید که نمیتونن هوا به ما برانن، چون که مغزشون نمیتونه این همه عقربه و فلان اینا رو کنترل کنه و مثلا بفهمه فشار هوا چیه، باد چیه، سرعت چطوریه، چطور هوا بالا میره، چطور پایین میاد، اینا رو نمیتونن بفهمن، نمیتونن مسائل جدیدتری اختراع کنن. من پیشنهاد میکنم یه ربات های کوچیک انتخاب کن، درست کنن ربات هایی که این ربات ها رو برنامه‌ریزی کنن که پشه ها رو بخورن. یه چیزی مثل زنبور درست کنن که پشه رو مثلا فرض کنن که به شیوه های مختلف پشه رو بخوای بکشی. خب یه روش اینی که اینکی همونطوری که مثلا فرض کنید که وقتی که در ایران میخواستن پشه مالایا رو روی شکم کنن، میرفتن یه وسایلی داشتن، اینطوری چیزی کنم
بادش خالی میکردن میبرن جلوی جایی که پشه بود فیل میکردن این نکش هوا و پشه رو میبرن تو. بعد درسته میکردن که این پشه مالاریا هست یا نه، اگه مالاریا هست همه منطقه رو سنباچه میکردن، اگه مالاریا نبود که هیچی. خب با این راه ها میشه یک کاری کرد که پشه ها عبه برن، البته الان برن سن میپشن. خب سن پای سن آدم ها رو مسئول میکنه، این سن میره توی خیاری که ما میخوریم، بعد خیاره رو ما میخوریم مسئول میشیم، این سن میره توی ماهی که توی رودخونه هست ماه ماهیه رو بخوریم ما مسئول میشیم، مسئول میشیم نه که مسئول میشیم میمیریم، ولی سن تو بدن اون میره ما رو ضعیف میکنه. رمز و راز رویدات ها، بریم به رمز و راز آقای دونالد ترامپ. اینا که من میخونم از مجله جوانان، مجله تهران، مجله زن روز، مجله عاشقانه شهر اوستون و مجله پردیس. معمولا من اینا رو میخونم دیگه یادم میره، اینو ببخشید من. دونالد ترامپ الان این از تهران، مجله تهران، دونالد ترامپ مخالف مهاجران اقتصادی است. ببینید مخالف مهاجران اقتصادی است، یعنی مثلا فرض کنیم که یک کسی که از مکزیک پا میشه میاد اینجا برای زندگی بهتر، این باعث مخالف. البته خود مخالفت یک دلیل خوب میتونه داشته باشه، یک دلیل بد داره. یک دلیل خوب اینه که فکر میکنی که مثلا اگه همه دروازه رو باز کنیم همه مکزیکی ها میخوان اینجا نظم اینجا به هم میخوره. و یه دلیل بعد این که خب این که کار میکنه زحمت میکشه چیزا باش مخالفت میکنه. حالا این که چجوریه؟ پس بنابراین دونالد ترامپ مخالف مهاجران اقتصادی که برای زندگی بهتر راهی امریکا میشوند، این مخالفت در حالی است که پدر بزرگ او، پدر بزرگ دونالد ترامپ، زمانی به همین امید از آلمان راهی امریکا شد، فیلم مستند به ریشه های آلمانی ترامپ پرداخته است. دنیای امروزی ترامپ اما نه در این خانه، بس از این خانه است که اونجا پدر بزرگ که ترامپ اونجا زندگی میکرده، خانه امروزی ترامپ اما نه در این خانه، بلکه در برج ترامپ در خیابان معروف پنجم در شهر نیویورک بودن. سیمونه وندل مستندساز آلمانی خود در کالشتات زاده شده است، اون شهری که پدر بزرگ دونالد ترامپ بوده، یه شهر یاری روستایی به نام کالشتات. با این حال در مستند پادشاهان کالشتات، این آقای مستندساز یه مستندی ساخته پادشاهان کالشتات، یکی دونالد ترامپ پادشاه نمیگه، میگه پادشاهان. لحظه ای وجود دارد که این دو دنیا به هم میرسن. با نگاه امروزی شاید بتوان فردریک ترامپ را یک مهاجر اقتصادی قلمداد کرد که با امید درآمد بیشتر از اون پدر بزرگ زندگی راحتتر راهی کشوری غریب شد. او درست نمونه همان کسانی است که نوش دونالد در سخنرانی های به شدت به آنان تاخته و خواستار بستن مرزهای امریکا برای آنان شده است. در صحنه از فیلم یکی از اهالی کالشتات سخنان دونالد ترامپ در مورد مهاجران را غیر قابل قبول میخواند و اضافه میکند پدر خودش هم یکی از آنها بوده است. یکی از خویشان ترامپ در این فیلم روایت میکند که به دربزرگ او پس از مهاجرت به کانادا خود شخصا به دنبال طلا نبوده است. فردریک ترامپ رستوران افتتاح میکند که مشتریانش اغلب جستجوگران طلا بودند. مشتریان پول غذا را که میخوردن با ناگت یعنی تکای کوچک طلا پرداخت میکردن. فردریک ترامپ این تکای طلا را برای همسرش میفرستاد که اونیز زاده کالشتات بود و در نیویورک زندگی میکرد. همسر ترامپ با این ناگت ها زمین میخرید و از همانجا بود که رفته رفته امپراتوری املاک ترامپ آغاز شد. بنیانگذار امپراتوری آمریکایی سس کچاپ
هاینز نیز برخواسته از کارستاد است. عجب جایه. چگونه از دل روستای معمولی و کوچک در آلمان این دو میلیاردر موفق برخواسته است. این از رمزراز آقای دونالد ترامپ. دنبال بیداری میگنم که تیکای از بیداری برای خودم. بیداری یک نشریه است که آقای سیاوش لشکری رو منتشر میکنن. نشریه است بسیار بسیار بیداری کننده و اثرگذار و بسیار در ایران و در افغانستان و کشورهایی که دارای مردم ایرانی هستن پخش میشه از طریق ایمیل و فکس و اینا. در ایران مشکل پخشش، در افغانستان راحت‌تر پخشش. خب من یه تیکایشو میخورم. آقای دکتر محمد علی مهراسا همیشه در اینجا بررسی آیات منتسب به خدا رو میگن. حالا آقای یک کتابی نوشته، من کلات کتاب رو نخوندم، ولی در این کتاب ظاهراً یک مطالبی نوشته، مثلا اونها رو با قرآن سازگار کرده، گفته مثلا این آیه قرآن منظورش مثلا میزبنگه، این آیه قرآن منظورش مثلا این موجوده. حالا آقای مهرسان اینا جواب میده که میبینیم اون طرف چقدر مرخرف گفته. مؤلف از قول دو فیزیکدان امریکایی نیستد، سرانجام کائنات همون گونه که یک زمان طبق فرضیه میزبنگ از یک جسم و چگالی فوق‌العاده به وجود آمده است، باز در اثر جاذبه ها به یکدیگر پیوند خورده و همان جسم نخستین را درست کرده و جهان به این ترتیب نابود می شود. البته بیشتر از این نوشته و نام دو دانشمند را نیست که به این تئوری رسیدن نوشته است که معلوم نیست این دو نفر از روی چه بله اینجا نوشته که بقیه از روی چه از روی چه معیار و مبنایی به این نتیجه رسیدن که چنین جاذبه‌ای به وجود خواهد، در حالی که هم اکنون کهکشان ها مرتب از هم دور می شوند و سپس آیه 104 از سوره الانبیا را می آورند. نوشته که من یتفی الاسماء کعلی از سجب از فرسی بکنم، روزی که آسمان و منان به توماری در هم میپیچیم و به شکل اولیهی که خلق کرده این بر میگردانیم. این وعده است که امکانش به افته ماست، ما این کار رو میکنیم. ببینید خانم آقای، تومار در زبان فارسی به این میگن تومار، کاغذی به اینطوری لوله کنیم بهش میگن تومار، که با میکنیم تومار رو در بود و شروع کرده خوندن و بعض وقتا یک عده نامه رو زیاد تعداد زیاد امضا میکنن چون نهایتا مجبورن این رو لولش کنن، میگن تومار. خب هر جای قرآن رو بخونی، آقای محمد تصورش این بوده که آسمون یک صفحه گنبد آبی رنگه. تکرار میکنم، آقای محمد تصورش این بوده که آقای محمد که نمیدونست اینا چیه، که این حرف هم از جانب خدا که نیست، که از جانب آقای محمده، ولی از آقای محمد فکر میکرده که، یعنی نه اینکه آقای محمد فکر میکرده، همه این مردم اون زمان فکر میکردن چون وسیله نبوده که بفهمن چی به چیه، پس این بوده فکر میکردن که آسمان مثل یک گنبد آبی رنگ، تو شعرها و اینا همه گنبد آبی رنگ.
به بعد توش یه نقطه های نورانی هم گذاشتن، اونم ستاره ها. پس چون این آسمان رو گنبده کاغذی یا مثلا پارچه یا هرچی هستش، پس بنابراین محمد میگه که خدا اینو تونار میکنه، یعنی لولش میکنه. اگر محمد میدونست که اصلا آسمان چیزی نیست، وقتی معجب زمین رچولین خلاه، یعنی خلاه یعنی خالی از هر چیزی، پس در واقع اون چیزی به نظر ما میدونست آسمان در واقع آسمانی وجود نداره. و همینطور که در دعای دیگر قرآن در سوره کهف میگه که فرستادم دنبال خورشید ببینن کجا غروب میکنه، دیدن خورشید رفت توی چشمه که آبش تا تیره و گلاله بود، رفت اون تو. یعنی نه تنها محمد بلکه همه مردم های دنیا فکر میکنن که خورشید یه چیزی گلنورانی مثل توپ بسکته، پس میگن این رو توی چشمه میره فرو. هیچ کس نمیتونست باور کنه که خورشید مثلا میلیون ها برابر کره زمینه و کره زمین در مقابلش مثل دانه خشخاش در مقابل یک هندوانه است. این هیچ کس اون موقع نمیتونست، و لذا چون نمیدونسته مثل بقیه مردم، بقیه مردم ها بگن خورشید در نظر توپه، محمد هم بگن خورشید در نظر توپه، بقیه مردم از محمد رو بگن آه محمد این خورشید که میره اونجا غروب میشه کجا میره؟ اون آمد کم نیاره یه چاخانی کرد، همونطور که برای همه چی چاخان کرده که میره توی چشمه این تو قایم میشه. بعد گفتن خب چطور از اینت طول میکنه؟ که بدن مردی که همه بدنش خورشیده میاد بیرون، همون چون سوره کهف. خب حالا زیر من یه چیز بخش دیگری از این رو کنم. نوشته که مدرک راهی از اسلام، صفحه آخرش اسم من رو برده، حالا آقا رو من میزنم کنار. نوشته که پرویز اینوی در برنامه هفتگی خود که در تلویزیون مبارز ای تو دارد درباره اقدامات و فشارهای احتمالی دولت‌های غربی پس از ترورهای اخیر فرانسه در امریکا به ایرانی‌ها در هنگام مسافرت آنها به امریکا قبال ایجوری به این که تلفن جواب بدید من بقیش تعبیب کنم چون الو گوشی آقای ناصر توکلی مدیر رادیوی ایران هستن تگزاس هستن. هر وقت بخواید این رادیو رو گوش بدید بعد برید روی وبسایتی که هست www.dot و کی که علامت همه رادیو هست، و چون این رادیو ایران هستن تگزاس هست پس rihht.com یا .co میتونید صدای این رادیو رو ببینید روی GLV یا روی این به صدا تلفن های هوشمند اینا میتونید صدای این رادیو رو ببینید. جناب ناصر توکلی بفرم. درود بر شما، درود بر بینندگان، درود بر شما جناب میرزا. بله یک برنامه داشتم با پروفسور انصاری در مورد مسئله که در قرآن نوشته که خورشید در یک چاه در یک حفره از منجلابی غروب میکنه. پروفسور انصاری شاید هم میفرمودن که کره زمین یا خورشید 330,000 برابر کره زمینه. اون وقت شما احساس بکنید که خورشید به اون بزرگی در یک چاله تاریک در کره زمین غروب میکنه. این مسئله بود که در صحبتی که شما میفرمایید به رأی دادن این آقای مینویس داره میگن آقا نرید رأی بده شما را نمیدونم این حرفی که میزنید مردم فکر میکنن که مأموریت از طرف جمهوری اسلامی داره برایشون تبدیل. بله متاسفانه بعضی ها مصلحت اندیشی میکنین و حرف دل رو بینه میزنین، حرف رو میزنین که مردم خوش رو بیان. من حرف دلم میزنم، میگم آقای توکلی عزیز 37 ساله ما گفتیم نرید انتخاب بکنید، مردم رفتن انتخاب کردن، رفتن شرکت کردن. اون مردمی که رفتن، اون آقای خانم ندا آقا سلطان چجوری گروه به خود کشته شد؟ گفت رأی من کو، پس رأی دو گروه گفت رأی من کو. خب حالا نه هم رأی بدن که اینجا میشستیم با یک تلویزیون و رادیویی که شما فکر کنید مثلا تمام شنوندگان و بینندگان چندین هزار نفر
رای بدید. حالا ما بیاییم بگیم برید رای بدید و اصله میچسنن به اونو، یعنی که آقا شما طرفدار جمهوری اسلامی هستید. بله. و چی کار داریم آقا بدش کن. حالا این اصلا من اومدم که تلفونا رو اعلام کنم، مزاحمه شدم نه؟ آقا ایش من اختیار بدید دانم بیان روی خط اظهار نظر کنن. بله. همین تو شنونده و بیننده نباشن. تلفن ها رو من اعلام میکنم بیان روی خط اظهار نظر کنن. همینجور نشستم شنونده بودن و خاموش بودن به جایی نمیرسیم جناب مینوی. بله درست میفرمایید. بله تلفن آقای مینوی اگر همین الان دوستان میخواد زنگ بزنید یادداشت بفرمایید که من بگم، من این که میگن یادداشت بفرمایید به یک مقدار طولش میدم به خاطر اینکه قلم و دوات و کاغذ و اینا تهیه کنید و بذارید جلویتون. بله. صورت تلفن آقای مینوی ریاکود 281-835-3063 281-835-3063 تلفن آقای پارسا سوربی مردم تیوی هست 703-957-6150 703 ریاکود شماره تلفن 957-6150 خواهش میکنم با آقای امیدوار زنگ بزنید و هر راهنمایی یا کمک از دست دوست آخته هست برای این که تا نوروز ببریم این تلویزیون رو روی سطح لاک و از ما هم از استفاده میکنیم اینه که ببرن روی سطح لاک این تلویزیون رو، هر کمکی از دستتون برمیاد بکنید این تلویزیون تا نوروز بره روی سطح لاک. و آقای امیدوار اگر میخواید زنگ بزنید تلفنش رو که من که خودم از جلد گرفتم این تلفن رو 703 ریاکوده چون در واشنگتن آقای سوربی 703 آقای امیدوارم 703 655 52 68 703 655 52 68 هر کمکی از دست دوست آخته لازم نیست که $100,000 $20,000 $2,000 با همین $10 $20 روی هم قطعه قطعه جمع گردد اونگهی دریا شود. این کار رو حتما انجام بدید. تلفن کسی رو که نگفتم ولی میدونم که شما از آن مال آقای سیاوش لشکری هست که من نشریه بیداری رو با یک تلفن برای شما میفرستم. یک تلفن بزنید به آقای سیاوش لشکری همین الان که آقای لشکری بدونه که ما مردم به حرف ما اهمیت میدن. شماره تلفن هست 858 ریاکود 620-13. یک بار دیگه میگم اگر ننوشتید بنویسید تلفن لازمه داشته باشید 858-620-13. هر گونه فرمایشی با من دارید پرسشی دارید من در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم جناب ناصر توکلی عزیز، محبت میکنید همیشه تو برنامه ما یار و یاور هستید. خواهش من وزیفم انجام میگم. مرسی، پایدار باشید. بدرود. بله به هر حال یک آقای میرزا آقا عسکری مانی و آقای سیاوش لشکری و یه دوستان یک جمعیتی درست کردن، یک گروهی رهایی از اسلام، جدایی از اسلام و یک عده اینو امضا کردن. من از اون افراد بودم که همون اولین افراد بودم که اون رو امضا کردم. من در اینجا گفتم که خب ببینید یواشواش گویند که این خطر جدی نیست، اصلا احتمال خطره ولی خطر جدی نیست، ولی این خطر وجود داره که مثلا یه روزی یه گروه های امریکایی افراطی بگن آه شما مسلمانی، ممکن شما بگید نه من مسلمان نیستم، یه دلیل چیه؟ حالا
دلیل میشه امضا کردن اون اعلامیه، امضا کردن اون برگه جدایی از اسلام. و اون برگه جدایی از اسلام میتونه توی مجله بیداری همونطوری که اون قسمت به دنکی بودن چاپ شده بود دوباره چاپ بشه و این مجله به صورت ترجمه به انگلیسی در خدمت شما باشه. هر وقت کزا آن این مجله، اینم اسم منه، من جدایی از اسلامم، اینم شماره تلفن آدرس و کیلو مجله میخواید برید میبینید. برگه ترجمه شده اون یادداشت که به شما بفرستن شما داشته باشید. این اگه بخواید مدرکی بدید، وگرنه شما اگه مثلا یه دونه صلیب هم آویزون کنید بگید من مسیحی شدم، این صلیب هم دیگه میگن آقا الان این آویزون کردید چون دیدید مسلمانی در خطره اومدی این آویزون کردید. خب بچانسی بزرگه، بله واقعا بچانسی بزرگه. ببینید خانم آقای، این دین و مذهب روی ذات افراد اثر میذاره و این اثر تا آخر عمرشون میمونه بدون که خودشون متوجه باشن. من به مردم گفتم، من وقتی دوستانم بود رفتم توی مسجدی بغل مادرم بودم، یه دفعه بودم چراغ ها خاموش شد، همه رو گریه میکنن، من اون شام غریبانه، من چی میدونیشم شام غریبان چیه؟ من نگیرم این چراغ ها خاموش، این مادر من گریه کنم که همه گریه میکنم، طبیعیست کنم گریه کردم. و خب این گریه وحشتناکی بدون دلیل و اینجوری، خب این چه من یادم میبینی تا آخر آبرم که اون رو ما که بچه که میریم با شمشیر و قمه و زنجیر و مردم خودشون رو میزنن و ما هم گریه میکنیم، خب گریه ها گیرات اون میاره دیگه. ما بچگیمون در خانواده مسلمان که دنیا آمده باشی بچگی در گریه برای نمیدونم حسن و حسین و اینا گذشته، عباس رو نمیدونم، علی اصغر رو نمیدونم اینا. خب حالا هرچی بزرگ بشی هرچی فکر کنی بگو این به من چه مربوطه؟ آخه حسین به من چه مربوطه؟ حسین که اومده تو گیلان و مازندران و گرگان جوانی ایرانی کشته، حسن که اومده کشته، آخه من چرا به این کشته گریه میکنی؟ ولی اونجا ما رو کشته، نیاکان ما رو کشته، ما برای چی برش گریه میکنی؟ خب این بزرگ میشه هنوز هم شما اصلا فرد کنی که درد نمیکنی، مثلا میگید که آقا خواهد دسترش کنم، هنوز ما هنوز بریم بعد این همه سال. من یه بایتون گفتم خانوم نشسته بود میخواست پاشه، من دیدم احساس کردم سخته شد، دستی گرفتم تا نصف راه بودم گفت یا علی، آهسته گذاشت کنیدم، گفتم ببین تقدیر معلوم کنی من کنم کنم یا علی. خب گفت تو کمک کن، ولی تقدیرش گفت نه تو بد میگی، اینا چی میگی، چرا به علی میگی؟ یعنی با بگید که میدونه علی نمیتونه کمکش کنه، با این وجود تو رد نمی کنه به علی یه چیز بدی بگه، تو رد نمی کنه مثلا بگه مرگ بر علی یا ابی طالب، این جوان نمی کنه بگه. خب وقتی این جوان نمی کنه، این تو ذات ما رفته نشسته، پس ما نمی کنه این ذات عوض کنیم. پس بنابراین این دینشیه یک بیماری در ما به وجود آورده که این بیماری باعث میشه که چیکار کنیم که مثلا در زندگی اجتماعی اینجوری باشیم. این بیماری باعث میشه که وقتی مثلا یک سرباز بزرگ دلاور مثل رضاشاه میاد این رو به من خدمت بکنه، ما میگیم که مثلا چنین کاری کرد، چنین کاری کرد. این باعث میشه که ما مثلا فرض کنیم که
این فرض کنیم که درباره خدمات رضایشاه زنان آزاد کرد انتخاب بشن، انتخاب بکنن، حق طلاق داشته باشن، مرده حق نداره طلاقشون بده، مرده حق نداره زندگی بگیره، میتونه وکیل بشن، وزیر بشن، رعایا آزاد بشن، صاحب زمین بشن. بسیار از اون رعایا الان زنان رو دارن میکشن، هر دو سه سال یکی که از اون برای میکشن زندگیشون میچرخونن و خوشحال هم هستن. کارگران میدیم که سامدار باشن در کارخونه ها، صنایع پیشرفت کنه، اصلا بیکاری در من از بین بره، همش بمون از خارج. باورتون نمیشه، شاید باورتون نشه، میرفتن اندونزی، میرفتن مالزی، کارگر میوردن، نوزارتو دوزارتو کارگر روشکار و لولکش رو اینا میوردن، تبدیل در ایران نبود. این کارگری که تلفن میگشتن من یادم اینجا حتما شما یادتونه، هر وسط خیابون هست آهنی که میرفتن ها کل میومد بیرون، کره رو میومد بیرون. خانواده پولدار یک کلفت فیلیپینی بچهشون رو بغل کرده و دنبالشون داشت میارو. خب این همه شما خدمت کرد، همه عبدالی رفت، همه عبدالی رفت. حالا یک دوست عزیزی میگه که چرا شما گفتش که هر که نهاره تو عبدالی رفت داخلی بیاد گذرنامهشو بگیره بره. گفتم آقا آیا این کار این حفاظت عملی هم که هر این حرف بله، هیچ کسی نمیتونه بگه این حرف خوبه، من دفاع نمیکنم از این حرف، این حرف از اشتباهات آقای شاه بوده. تکرار میکنم، این که آقای شاه فرمودن که هر کی میخواد نیاد تو برانساخی بیاد گذرنامهشو بگیره بره، این اشتباه شاه بود، بلکه کشور که مال شاه نبود، که ما همه تو اون کشور صهیونی، همونطور که شاه یک فهمی در ایران داره، ما ها همه فهم داریم در ایران. ولی این حرف که نباید میگه گفت، آیا اثر در زندگی ما داشت؟ آیا ما کار بیکار کردن؟ آیا واقعا گذرنامه در دستمون گفتن بره از ایران؟ آیا این یک پدری به بچه هاش اثر رو میشه که همه تونو میکشن؟ آیا واقعا میگه میکشه؟ آیا این که بچه ها میگن تصمیم میگن میگن حالا که پدر با ما میکشنه میکشن شما رو میکشن به ما بریم بکشن؟ این که نیست که، این همه رو که ما، من خودم میگم شما جسارت نمیشه، ذهن ما نریزه. در اصلا همین امام حسین، امام حسین سینه زدن، شام خریبان رو نمیدونن، زنجیر زدن و گریه کردن و از این حرفا. پس من داری این ذهن قهری، این ذهن ضعیف، این آخوندی بری جای شما میذاره. ذهن من اگه خراب نباشه، من نمیرم آخوندی برم جای شما بزنم. به قول شما تو این کتاب خوندم، گفت شما گفت ما اصلا روشن فکر نداریم. هیچ جا دو به حجابی افکار بیمارا نمی بوشند. من آقای سیاستاد که با این حرفشون، با این نوشته مخالف عمل که گفته آقای تولیدی یوگه نوشته، آقا این مگه خمینی فکرش مریض نبود بگفت همه رو بکشیم، گفت زنها باید برن زیر چادر، میگفت کمونیستا رو باید بکشیم، میگفت مجاهده رو باید بکشیم، میگفت روشن فکر رو باید بکشیم. آقا این توی پاریس که بود میگفت همه آزادن، هیچ کس با هیچ کس کاری نداره، کمونیست ها آزادن بیار همه حقایت شده بگن، ما اصلا نمیخواییم که حکومت کنیم، ما میخواییم بریم خوب طلبه بشیم. این افکار موزیانه و خصمانه و بدخانش قایم کرد از ما، و ما چون شیعه گروه همون تو سر زدن اینا تو ذاتمونه رفتیم گول خوردیم. پس این که هیچ چادر به حجابی افکار بیمار را نمی پوشنن درست نیست، می پوشنن. سرسده نشه بذارم بقیهش رو پیدا میکنم جایی که لازمه، این دفعه دیگه براتون میگم. بذاری برم زنگ تفریح که
از دست نری.
که از این نامال زن روزه خانم پری عباسنزی که خاطراتشون دفعه پیش خون نمرده بود. آدم عبا ایرانی بیدند بودونی که گفت آدم عبا ایرانی بیدند ایرانی بیدند آدم عبا اثبات شد. روزی مریدی پرسید یا شیخ آزا در باب ملیت حضرت آدم عبا تفحص گشته؟ برخی آنان را انگلیسی و برخی فرانسوی میدانند. شیخ گفت وقتی که نه لباسی برای پوشیدن و نه خانه‌ای برای سکنا داشتند و تنها آذوقه آنان یک سیب بوده که خوردن آن هم حرام محسوب می‌شود و با این همه مصیبت باز هم فکر می‌کردند که در بهشت ساکن هستند به طور قطع و یقین ایرانی بودند. خب من نمی‌دونم این اصلا این بهشت آخه آدم اول درست کردن جوی آب و جوی شیر و جوی عسل و جوی شراب هست آخه لختم هستن هیچی هم ندارن برگم تا جلوشون نیست اینا هر وقت تشنشون بشه بنا اونجا مادرتشون میکنن هوا آب میخورن هر وقت میبینن اون یکی میخورن یه سیب هم میگه بشون بسن نخورید آخه این چه لذتی در اونجا بودن شما چه لذت دارید همچه جایی باشید والا این آقای خانم عبا دمش گرم که اون سیبه رو خورد ما از اونجا اومدیم میرون. مجله شهر ما مجله عاشقانه یک رسلا ستونی در همین مضمون داره مثال یارو میگن ناصر میره شعر گفت به یه نفر گفت چیلی بود چرا گفت اصوکستش ضعیف بود این جمله یاده بود معلم اینگاه دست دادن متوجه دانش آموزی میشه که در انتهای کلاس به خواب رفته بود. معلم شاگرد بغل دستی آن دانشانون میگه که اونو از خواب بیدار کن. بغل دستی میگه که شما اونو خواب کردید خودتون بیدارش کنید. اولی بیا نگاه کن یه دوست داره به آشپزخونه شده و داره کیکی رو که پخته بودن داره میخوره. دومی بقید اولی باید خانمه باشه دومی شوهره باشه دیگه. دومی خب باید پلیس رو صدا کنم یا آمبولانس رو. رمز و راز رویدادها ادامه بده. نابغه ایرانی امریکایی کلسی آلبرت اینشتین را برای این پروژه از این در چین ترک بکنه. یه چیز خواهی بخونم بزنیم با هم بخونیم شاید من اشتباه میخورم. نابغه ایرانی امریکایی کرسی آلبرت اینشتین را برای این پروژه عظیم در چین طرح میکنند. پروژه از چین انجام میشه و این نابغه جای پروفسور اینشتین را گرفته. پروفسور نیما ارکانی حامد 32 نفر در لیست 100 نابغه دنیا است و از 14 سالگی در نظریه و قوانین نیوتن تحقیق کرده است و در حال حاضر استاد دانشگاه هاروارد و در یک کرسی استادی در دانشگاه پریستون است. این کرسی از سال 1933 تا 1955 در انحصار آلبرت اینشتین بوده است. حالا کشور چین از اون دعوت کرده، یعنی از پروفسور این پروفسور جوان ایرانی امریکایی دعوت کرده است که تا پروژه احداث بزرگترین شتاب دهنده جهان را در این کشور رهبری کنه. اینم عکس آقای پروفسور نیکا ارکانی حامد. بله این آقای پروفسور نیما ارکانی حامد هستند.
فرصت دیگه نیست که بس کنه. اجازه بده اینو بذارم برای بعد، چون چه فرصتی واقعا وجود نداره. من یه توضیح بدم، من گفتم این کتاب رو نوشتم به نام سرزمین عقابات. تو اون کتاب، این کتاب من 16 سال پیش نوشتم، تو اون کتاب زمین داستانی که از اول تا آخر یه داستانی اینطور ادامه داره، یه جایی این قهرمان داستان میره تو یه جایی و یک روزی با یک دختر غمگین تنها میشه. با یه دختر غمگین میگه که تو چه تو چه جوری فلان. دختر غمگین میگه که یک این گروه عقاب ها، یعنی اون گروهی که میخوان جهان رو اصلاح کنن، یک پدر ما یک زن و شوهری رو فرستادن به یک منطقه از افریقا، منطقه بسیار فقیر امریکا به افریقا. در اون منطقه پدر ما این زن و شوهر یک زمینی رو گرفتن و اونجا یک به اصطلاح کارگاهی رو درست کردن، مدرسه درست کردن و یک کلاس های کارآموزی و کشاورزی گذاشتن و بعد گفتن که هر کس زن و شوهر شادی و پیروزی و تندرستی آرزو می‌کنم و شما رو به خلدتون می‌سپارم.